سرخط خبرها، روزنامه جمهوری اسلامی واگذاری سفارت به گروه تروریستی که حاکمیتش موقت است خطر زیادی دارد. یک مقام وزارت خارجه طالبان، 7 دیپلمات طالبان از میدان هوایی کابل عازم تهران شدند. و در پایان 13 انفجار پیهم در عقب کوتل خیرخانه کابل، ورود هزاران قطعات نظامی تا بدندان مسلح به داخل پنجشیر، آمادگی برای نبرد بهاری. مشروع خبرها. روزنامه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از تسلیم دهی سفارت افغانستان به طالبان نوشته است. حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان موقت است و مردم این کشور مصمم به زائل کردن آن هستند. این روزنامه در شماره روز دوشنبه نوشته است. تسلیم دهی سفارت برای گروه نامشروع و تروریستی خطر دارد. در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی آمده است این تصمیم علاوه بر مخاطرات امنیتی زیادی که دارد، به عنوان لکه سیاه در پرونده روابط ایران و افغانستان ثبت خواهد شد و سابقه درخشان تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با مردم افغانستان را زیر سوال خواهد برد. دیپلمات های طالبان روز یک شنبه کار خود را رسما در سفارت افغانستان در تهران آغاز کردند. روز دوشنبه نیز مقامات وزارت خارجه طالبان اعلام کردند که 7 نفر دیپلمات این گروه میدان هوایی کابل را به قصد تهران ترک کردند. این در حالی است که 10 نفر از دیپلمات ها و کارمندان سفارت افغانستان در تهران در اعتراض به تصمیم جمهوری اسلامی برای واگذاری سفارت به طالبان دست از کار کشیدند. تسلیم دهی سفارت افغانستان در تهران به طالبان واکنش های گسترده ای را در افغانستان و ایران برانگیخته است. روزنامه متعلق بر رژیم ایران نوشته است. چیزی که باعث تعجب همه شده است این است که جمهوری اسلامی ایران خواست یک گروه متکی به اسلحه که بدون انتخابات و بر اساس زد و بند با آمریکا بر افغانستان سلطه پیدا کرده و بعد از 18 ماه هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است را بر خواست مردم افغانستان که هرگز حاکمیت این گروه را به عنوان حکومت مشروع قبول نکرده ترجیح داده است. در این یادداشت با مرور گذار از کارکرد طالبان در 18 ماه گذشته نوشته شده است که طالبان با مردم افغانستان همچون بردگان رفتار می کنند. روزنامه جمهوری اسلامی در نهایت از تهران خواسته است در تصمیم خود در زمینه تحویل سفارت به طالبان تجدید نظر کند. با نقل از رزاق مامون، 13 انفجار در عقب کوتل خیرخانه، ورود قطعات 2500 نفری طالبان به پنجشیر، دشمن افغانستان تعریف قومی ندارد. افغانستان را اقلیت خائن مربوط به همه اقوام ویران کرد. مردمان قربانی شده، نسبت به همدیگر هیچ سوی نیت ندارند. کمیسیون رهایی زندانیان پنجشیر به دستور مقامات امنیتی طالب لغو شده و تدارکات برای شروع عملیات علیه جبهه مقاومت ملی افغانستان در جریان است. ایران و طالبان، تقدیم سیاست بر فرهنگ و مدنیت. روزنامه 8 صبح، خبر واگذاری سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان مایه سرخوردگی بسیاری از شهروندان افغانستان در داخل و خارج از کشور شد. سرمایه گذاری حکومت ایران بالای گروه طالبان از دیر است که آغاز یافته و تاکنون ادامه دارد. در یک دهه گذشته بسیاری از فرماندهان طالبان به ویژه از مناطق غرب افغانستان در ایران اقامت داشتند. در عین حال برای جنگجویان طالبان آموزشگاه های نظامی برپا بود و بخش از عملیات این گروه از آنجا برنامه ریزی و در افغانستان اجرا می شد و آنان پس از شکست در برابر ارتش حکومت پیشین افغانستان به خاک ایران می گریختند و آنجا پنهان می شدند. رابطه ایران و طالبان برای بسیاری از مردم کشور به ویژه اهالی دانش، فرهنگ و سیاست پرسش برانگیز بوده است. آنان می پرسند که چرا باید با دشمنان مذهب، زبان، فرهنگ و مدنیت خود دوستی کرد؟ کسان ساده ترین پاسخ این عمل کرده متناقض را در این مقوله مشهور یافتند که دشمن دشمن من دوست من است. یعنی دشمنی طالبان با آمریکا سبب دوستی این دو دشمن مذهبی و فرهنگی شده. اما این پاسخ دست کم در شرایط کنونی قناعت بخش نیست.
زیرا طالبان کنونی با آمریکا روابط پیدا و پنهان فراوانی دارد و این روابط از چشم اطلاعات و سپاه پاسداران ایران مخفی نیست. شمار دیگر این کار ایران را باجدهی به این گروه می دانند تا علی رغم روابطی که با آمریکا دارد دست کم از کمک به گروه های مخالف ایران در مرزهای شرقیش خودداری کند. به ویژه در شرایط کوج گرفتن اعتراضات مردمی در ایران شکنندگی نظام حاکم را چند برابر می سازد. شمار دیگر ریشهش را در اشتراک ایدئولوژیک می دانند که یکی نماینده اسلام سیاسی از نوع سنی و دیگر اسلام سیاسی از نوع شیعه است و پایه کار هر دو بر استبداد و نفی اراده مردم است. استدلال این عده به این است که حکومت ایران با القاعده علی‌رغم تضادهای عمیق سلفیت با تشیع توانسته از همپیمان شود و برای بسیاری از رهبرانش پناهگاه های امن ایجاد کنند و این به معنای اتحاد اهم افرادگرایان است. طبق معقوله آب اگر صد پاره گردد باز هم با هم آشنا است. روابط ایران با افغانستان البته از دیر باز پرتناقض بوده است. در سالهایی که افغانستان زیر اشغال اتحاد جماهیر شوروی بود، دولت ایران روابط رسمی را با حکومت تحت حمایه شوروی و روابط رسمی را با گروه های مخالف آن به پیش می برد. در سالهای پس از آن نیز هر گروهی که در افغانستان شکست می خورد در ایران مورد استقبال قرار می گرفت. امروز نیز بخشی از گروه های مخالف طالبان در ایران مستقر شدند. گویا یک زل سیاست ایران در مورد افغانستان این است که این کشور دارای دولت قوی نباشد و جدن از این که چه کسی بر کابل حکم براند مخالفانش امکان تداوم حیات داشته باشند. هرچی باشد اقدام اخیر دولت ایران به عنوان نقطه سیاه در تاریخ دو کشور خواهد ماند و دیوار بی‌اعتمادی میان دو همسایه را برافراشته‌تر خواهد کرد. این عمل در داخل ایران نیز بازتاب ناخوشایند خواهد داشت و بخش از نیروهای سیاسی و فرهنگی را خشمگین‌تر خواهد ساخت، زیرا این کار حکومت ایران ارزش‌های ملی، مشترکات تمدنی و پیوندهای فرهنگی را با پای منافع حاکمان کنونی ایران قربانی می کند. طالبان اما در نهایت گروه نیست که دوست واقعی کسی باشد و ثابت خواهد شد که کمک به گروه تروریستی اگر در کوتاه مدت سودمند باشد در بلند مدت بر هجوم و وسعت بحرانهای این منطقه خواهد افزود و مردمان هر دو کشور رنج فراوان از دست افراطیت و تروریسم خواهند کشید. روزهای سخت و تنهایی مردم افغانستان تا ابد نخواهد پاید. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدیوهای دیگر الله یار و مددگار همه ایتان باد. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم.